خب سلام دوستان، با نام و یاد خدا تو این جلسه از آموزش همونطوری که بهتون قول داده بودیم میخوایم تفاوت فیوز فشنگی با فیوز آلفا رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. فیوز فشنگی همونطوری که میدونید فیوزایی هستن که داخل قبلا پای کنترل ها نصب میکردن و تابلوهایی که بیرون داخل کوچه ها هست اونجا میان از فیوز فشنگی استفاده میکنن. فیوز آلفا توی گذشته و الان بعضی از جاها هنوز هستش که داخل پای کنتور توی فیوزی که از کنتور به داخل ساختمون میخواد بیاد فیوزی که اونجا میذارن فیوز آلفا هستش. حالا میخوایم که ببینیم که فیوز فشنگی و فیوز آلفا با هم دیگه چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی دارن و کدومش رو کجا استفاده بکنیم و کجا استفاده نکنیم. فقط لازم به ذکره که اگر برای اولین بار هستش که به کانال ما سر میزنید، با توجه به اینکه ما هر روز آموزش داریم و امروز فکر میکنم جلسه 62 یا 63 آموزش ما باشه، تا آخر سال هولوش 200 جلسه دیگه اضافه میشه. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و حمایت بکنید و هر آموزشی که مد نظرتون بود تو قسمت کامنت ها بگید تا براتون بزنید. خب نگاه بکنید، ما اول بگیم که فیوزه فشنگی وظیفه‌شون چیه. فیوزه فشنگی مدار را در مقابل فقط اتصال کوتاه، حفاظت میکنه. یعنی اینکه اگر شما الکترومتور داشته باشید که داره دچار اضافه بار میشه، اون موقع دیگه فیوز فشنگی نمیفهمه. به خاطر همین نوشتم فقط اتصال کوتاه، پس تو ذهنمون باشه. پس اینجا ما دیگه بحث اضافه بار رو نداریم. فیوز فشنگی رو میتونید برای خدمت شما هستن که برای روشنایی استفاده بکنید. برای الکترومتور تنها نمیتونید استفاده کنید، حتما باید از کلید حرارتی باز اینجا می‌نویسم. در صورتی که داخل تابلو برقی از اینجوری بنویسیم، در صورتی که برای الکتروموتوری چه سه‌فاز و چه تک‌فاز فرقی نمی‌کنه، خب از فیوز فشنگی استفاده شد. حالا اینجا می‌نویسی اگه برای الکتروموتور از فیوز فشنگی استفاده کردی حتما باید از بیمتال در زیر کنتاکتور و یا کلید حرارتی استفاده شود. این کلید حرارتی همون کلید موتوری هم هست، بهش میگن کلید موتوری. اگر نیاز به آموزشش داشتید بگید که کلید موتوری و بیمتال رو آموزش رو جداگانه داخل همین کانال براتون بذارم. خب این از این. حالا پس این شد بحث فیوز. فیوز فقط در مقابل اتصال کوتاه مدار ما رو حفاظت میکنه. حالا میخوایم برسیم به فیوز آلفا، درست رو؟ پس اگر که پس یه نکته بگیم، در صورتی که فیوز فشنگی در اثر اتصال کوتاه مدار را قطع کرد، باید چیکار کنیم؟ اگر مدار رو در اثر اتصال کوتاه قطع کرد باید چیکار کنیم؟ فیوز جدید جایگزین شود. یعنی دیگه بخوای بیای سیم بزنی، تیکه وصله بکنی، کار اینجوری انجام بدی اصلا نداریم. حتما باید فیوز فشنگی چیکار کنید؟ عوضش بکنید. خب فیوز فشنگی از سه قسمت تشکیل شده. فیوز فشنگی یکی چی هستش؟ پایه فیوزه، یکی فشنگ فیوزه، یکی هم چی هستش؟ کلاهک فیوز. کلا از سه قسمت تشکیل شده و فیوز فشنگی هم دو نوع هستن. فیوز فشنگی یا اینجا می نویسم براتون
یا تابلویی هستن و یا کتابی. اداره برقی بیشتر تابلویی استفاده میکنن. توی کوچه ها برید جعبه‌ای که رو دیوار هست، تابلو برقی های کوچولو هست، 6x25، 4x25 اینا یا 32، اون هستن، درشون باز بکنید، فیوزه فشنگیشون معمولا تابلویی هستش. پس اینا برای اداره برقه، اینا برای تابلوهای تابلوی منازله. به این شکل درست شد؟ پس کتابی و تابلویی داره. اونم نکته مهمی بودش که گفتم بهتون بگم. آقا فیوزه آلفا چیه داستانشون؟ اینجا بنویسیم. فیوز آلفا اگر این فیوز باشه اینجوری، چینم پایه فیوز باشه، اینجا دو تا دکمه داره، یه دکمه سیاه یه دونه دکمه قرمز داره، درست شد؟ خب حالا دکمه سیاه اگر داخل باشه فیوز وصله، اگه میخوای فیوز رو قطع بکنی میتونی دکمه قرمز رو یه لحظه بزنی مدارت قطع میشه. پس چه مزایاش؟ امکان کنترل قطع و وصل مدار، درست شد؟ بعد نکته که داره، تفاوت اصلی که داره با فیوز فشنگی این هستش که هم اتصال کوتاه رو حفاظت میکنه و هم اضافه بار رو. این خیلی مهمه ها، ببین، هم اتصال کوتاه هم اضافه بار، در واقع مثل کلید میناتوری داره عمل میکنه. فقط نکته که باید بهتون بگم این هستش که اگر خواستین جای کار تعمیرات رو انجام بدین و فیوزش فشنگی بود و یا آلفا بودش، چیکار کنید؟ فیوز رو، اگه فیوزت فشنگی بود فیوز رو در بیار بذار توی جیبت، برو کار تعمیرات رو انجام بده، بعدا برگرد بیا خودت فیوز رو نصب کن. یه موقع پیش میاد شما فیوز در میاری میذاری پای کنتور یا پای تابلو برق، میری کار تعمیرات رو انجام میدی، یه نفر فکر میکنه الان برق قطع شده، میاد اون از دوباره وصل میکنه و شما رو برق میگیره. حواستون خیلی جمع باشه. برای فیوز آلفا هم کار بکنید، دکمه قرمز رو زدی مدارت قطع شد، خب دکمه قرمز رو زدی مدارت قطع شد، اون موقع چیکار کن؟ فیوز به نظر من در بیار بذار توی جیبت، برو کار تعمیرات انجام بده، بعد برگرد بیا خودت وصلش بکن. چون بذاری خیلی موقع مردم فکر میکنه اتصالی کرده و میرون دکمه رو یه بار دیگه فشار میده و فیوزتون وصل میشه. فوق العاده این خطرناک هستش و خیلی از عزیزان بودن که به خاطر همین مسائل دچار برگرتگی شدن. حالا شاید به فوت منجر نشده ولی براشون اتفاقای بعدی افتاده. حالا هر آموزشی که شما میخواین بگید که توی قسمت بعدی من براتون بذارم. اگر تفاوت فیوز فشنگی و آلفا با کلید مینیاتوری و جدول آمپراشونو و اینکه رنگ پولک‌های فیوز فشنگی به چه شکل هستش، از کجا بفهمید که این فیوز چند آمپر هستش، مثلا پولک زرد فیوز 25 آمپر، از کجا من فهمیدم اینو، بگید که تا جلسه بعدی آموزش رو براتون بذارم. حمایت بکنید تا انشالله با هم دیگه ادامه بدیم. مخلصیم.